خلاصه کتاب یافتن جوهر درون اثری از کن رابینسون از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ماجویا چطور استعداد و اشتیاق ذاتیمون رو کشف کنیم هممون میدونیم که هر آدمی خاص به دنیا میاد اما تا حالا شده به معنی دقیق این مفهوم فکر کرده باشی تو نه تنها به خاطر افکار منحصر به فردت خواست هستی بلکه از نظر زیست شناسی و محیط اطرافت هم متفاوتی اول اینکه تو اولین فردی هستی که با ترکیب ژنتیکی مختص به خودت متولد شدی در طول کل دوران تکامل انسان میلیاردها تغییر ژنتیکی مختلف وجود داشته که میلیاردها انسان مختلف رو به وجود آورده توی این تاریخچه ژنتیکی که به طور غیر قابل تصوری طولانیه تو اولین نمونه از یه ترکیب خاص جنها هستی این تو رو از نظر بیولوژیکی و همچنین از نظر روانی منحصر به فرد میکنه چون ساختار مغزت هم کاملا جدید و خاصه در واقع دانشمندها متوجه شدند که تفاوت‌های روانی و بیولوژیکی گستردهی میتونه حتی بین دو قلوهای همسان رخ بده دومین عاملی که تو رو منحصر به فرد میکنه محیطه که توی اون بزرگ شدی تو توی یه دوره زمانی خاص به دنیا اومدی که هرگز تکرار نخواهد شد و بخشی از چندین گروه و اجتماعات مثل گروه همسایه ها، خونواده، مدرسه بودی. که دیگه هیچ وقت عینا مثل قبل وجود نخواهند داشت محیط اطراف ما به طرز ای به ما شکل میده و فقط تویی که دقیقا ترکیبی از محیط اطراف خودت رو تجربه میکنی که هرگز روی شخص دیگه ای دقیقا به همون شکل تأثیر نمیذاره پس قدر این که زندگیت چه از نظر اجتماعی و چه از نظر بیولوژیکی منحصر به فردر رو بدون تجربه تو هرگز دقیقا توی تاریخ بشر وجود نداشته و از این به بعد هم وجود نخواهد داشت تو با یه آرایش بیولوژیکی کاملا خاص خودت به دنیا اومدی و وارد شرایط اجتماعی کاملا خاصی شدی این منجر به تجربه ای از زندگی میشه که هرگز نمیشه اون رو بازسازی کرد فصل اول برنامه های بلند مدت رو فراموش کن و قابل پیش بینی نبودن زندگی رو بپذیر در این صورت فرصت های جدید زیادی برای رسیدن به اهدافت پیدا می‌کنی. تا حالا شده احساس کنی که برای زندگی کردن به شیوهی خاص تحت فشار هستی؟ جامعه معمولا ما رو تشویق میکنه که از یه برنامه خطی خاص توی زندگی پیروی کنیم قرار توی هجده سالگی از دبیرستان فارغ و تحصیل بشیم بریم دانشگاه بعد شغل پیدا کنیم ازدواج کنیم بچه دار بشیم این روند ممکنه برای بعضیا کار کنه اما برای خیلی از ما میتونه محدود کننده باشه و ما رو از فرصت هایی که ممکنه توی اونها برتری داشته باشیم دور کنه ما اغلب باید این برنامه رو توی سنین خیلی پایین ترریزی کنیم از نوجوان ها انتظار میره که وارد یه رشته تخصصی توی دانشگاه بشن و بعد شغل خودشون رو بر اساس اون رشته تعیین کنن. این یعنی خیلی از نوجوانهایی که تازه دوران کودکیشون رو تموم کردن به یه برنامه کلی برای همه دوران حرفهایشون متعهد میشن برنامه ریزی برای زندگی وقتی که خیلی جوان هستیم مطمئنا فضای زیادی برای فرصت غیرمنتظره باقی نمیذاره در حالی که زندگی پر از اتفاقات پیش بینی نشده است تو نمیدونی فردا چه اتفاقی میفته اما این چیز بدی نیست ممکنه چیزی پیدا کنی که به فرصتی منجر بشه که اصلا انتظارش رو نداشتی پس به جای ترسیدن از قابل پیش بینی نبودن دنیا از این عدم قطعیت به نفع خودت استفاده کن موقعیت های ناشناخته ممکنه به چیزی شگفت منجر بشه وقتی بپذیری که نمیتونی آینده رو پیش بینی یا کنترل کنی فرصت جدید زیادی رو کشف خواهی کرد زندگی خود من این رو به خوبی نشون میده از کودکی به تئاتر رو کارگردانی صحنه و بعد به آموزش نمایش و از این طریق به اصلاح وضعیت آموزش علاقمند شدم و تازه توی میانسالی شروع به نوشتن و سخنرانی کردم توی جوونی اصلا برنامهم این نبود که بیشتر کارم رو خارج از انگلستان انجام بدم یا به خاطر نویسندگی و سخنرانی هام شناخته بشم بزرگترین کاری که کردم به خاطر استفاده از فرصت ها بود حتی زمانی که نمیدونستم به کجا منتهی میشن خلاصه از ناشناخته ها نترس چون همه چیز توی این دنیا ناشناخته است فصل دوم تو مهارت ها یا توانایی های ذاتی داری که ممکنه اونها رو نشناسی اما به خودت فرصت بده تا کشفشون کنی گستره هوش انسانی خیلی وسیعه و هر کدوم از ما با استعدادهای متفاوتی متولد شدیم این بخشی از همون چیزیه که هر کس رو منحصر به فرد میکنه هرچند تو با استعدادهای زیادی متولد شدی اما محیط یا فرهنگی که توش بزرگ شدی ممکنه مانع از کشف این استعدادها شده باشه مثلا اگه هیچ وقت به دریا نرفته باشی نمیدونی که استعداد دریا نوردی داری یا نه همینطور ممکنه منابع و امکانات لازم رو برای کشف استعدادهات نداشته باشی برای مثال مدرسه ال سیستما برای آموزش موسیقی کلاسیک به کودکان مناطق پرجرم و جنایت ونزوئلا وسط خشونت های وحشتناک و درگیری های سیاسی افتتاح شد مدرسه به شدت موفق شد و خیلی از بچه ها تونستن برن دنبال مشاغل حرفه‌ای توی موسیقی اونها اگه اون مدرسه رو نداشتن هیچ وقت به استعداد خودشون پی نمی بردن ارزش های اجتماعی فرهنگی که توش زندگی میکنی هم ممکنه مانع از کشف استعدادهات بشه چیزهایی رو که بهت گفتن بر اساس جنسیت، نژاد، مذهب، گرایش جنسی قابل قبول هستن بررسی کن مثلا ارزش های فرهنگی جامعت ممکنه حکم کنه که مهندسی برای زنان مناسب نیست یا برای مردها خوب نیست که آشپزی علاقه داشته باشن توی چنین فرهنگی اگه تو زنی با استعداد مهندسی باشی ممکنه نتونی از بچگی این علاقه رو دنبال کنی یا حتی ممکنه کلن هیچ وقت این استعدادت رو کشف نکنی مگر اینکه خلاف هنجارهای فرهنگی جامعه عمل کنی که البته چنین کاری برای اکثر آدما ساده نیست از اونجایی که برای کشف استعدادهات به فرصتهایی نیاز داری سعی کن تا حد امکان فرصتهای جدید برای خودت ایجاد کنی مثلا از منطقه امنت خارج شو توی دوره هایی درباره موضوعاتی که بهشون علاقه داری اما هیچ وقت دربارهشون مطالعه نکردی شرکت کن با افراد جدید آشنا شو. مسافرت برو تو نمیدونی چه استعدادهایی داری که هنوز کشف نشدن هرچی بیشتر خودت رو در معرض موقعیت جدید قرار بدی فرصت بیشتری برای کشف استعدادهای ناشناختن خواهی داشت فصل سوم آموزش دولتی معمولا ما رو دل میکنه فقط به خاطر اینکه توی درسی نمره کم گرفتی فکر نکن توی اون موضوع بد هستی اگه از مردم بپرسی که بهترین راه برای تعیین هوش یه نفر چیه احتمالا اکثر اونها تست آیکیو یا نمرات مدرسه رو در نظر میگیرن اما این تست های استاندارد شده فقط یکی از انواع هوش انسانی رو اندازه گیری یعنی همون توانایی استدلال منطقی در واقع راه های خیلی زیاد دیگه هم برای باهوش بودن وجود دارند که اکثر مدارس برای اونها ارزش قائل نیستند. اگه توی این راه های دیگه باهوش بودی احتمالا مدرست ازت حمایت نکرده برای مثال مدارس اولویت خیلی کمی برای مهارت‌های وابسته به استفاده از دستها قائل هستند مثلا اگه گفته باشی به مکانیکی علاقه داری احتمالا توی مدرسه سعی کردن تو رو به چیزی که خودشون حرفی تر میدونن مثل حقوق یا پزشکی سوقت بدن با اینکه مکانیک ها بسیار باهوش هستند فقط به روشی متفاوت علاوه بر این مدرسه ها فقط چند تا سبک یادگیری محدود دارن اونها عموما دانش آموزان رو به این سمت سوق میدن که از طریق متن یاد بگیرن در حالی که بعضی افراد با روش های انتظایی تر مثل تصویرسازی بسری بهتر یاد میگیرن مثلا آهنگساز معروف هانس زیمر توی مدرسه عملکرد خیلی ضعیفی داشت و فقط وقتی که موسیقی رو به روش بسری یاد گرفت تازه تونست پیشرفتش رو به چشم ببینه زیمر موسیقی رو با تجسم اون به عنوان الگوهای تکراری درک میکنه با اینکه هیچ معلمی هیچ وقت با این روش بهش موسیقی یاد نداده در نهایت مدارس با تنبیه بچه ها به خاطر اشتباهاتشون اونها رو از کشف موضوعات چالش برانگیز منصرف میکنن به عنوان مثال توی امتحان ریاضی برای اشتباهات نمرت کم میشه این مسئله باعث میشه که دانش آموز سعی کنه به موضوع کاری نداشته باشه و فقط دنبال جواب درست باشه نتیجه این روی کرد از ما آدمی میسازه که وقتی بالغ میشه تمام زورش رو میزنه که مبادا توی کاری اشتباه کنه که این موضوع دشمن اول خلاقیته بنابراین اگه توی درسی عملکرد ضعیفی داشتی فکر نکن توی اون موضوع بد هستی دوباره اون رو بررسی کن از خودت بپرس آیا مطمئنی که توی این موضوع بد هستی؟ شاید نیازه که روش یادگیریت رو تغییر بدید اینا مواردی هستند که خودت باید جستجو و کشفشون کنی فصل چهارم اجازه نده نگرشت مانع از دستیابیت به همه توانایی بشه خیلی چیزها میتونن باعث بشن که پتانسیل واقعی خودمون رو نشناسیم اغلب محیط باعث چنین اتفاقی میشه اما گاهی اوقات هم خودمون با نگرشمون خودمون رو محدود میکنیم اول از همه این که ممکنه درون خودت یه نگرش بدبینانه در مورد تواناییات رشد داده باشی این احساس معمولا توی جامعه پرورش پیدا میکنه در حالی که داریم بزرگ میشیم دائما تشویق میشیم که توی مدرسه و بعد هم توی محل کار با هم دیگر رقابت کنه این یعنی ممکنه تو بعضی از استعدادهات رو رها کرده باشی چون احساس کردی نمیتونی توی اونها با دیگران رقابت کنی شاید میخواستی نوازنده گیتار بشی اما اون رو رها کردی چون احساس کردی هرگز به خوبی شاد نخواهی بود همچنین ما اغلب تشویق میشیم که نسبت به رشد توانایی های خودمون نگرش بدبینانه داشته باشیم یکی از عوامل کلیدی توی تفکر هر شخص اینه که آیا ذهنیت ثابت داره یا ذهنیت رشد ذهنیت ثابت به این معناست که تو باور داری توانایی هات ذاتی هستند و بنابراین هرگز نمیتونی اونها رو ارتقا بدی در حالی که ذهنیت رشد به این معنیه که معتقدی با تمرین قدرت توسعه توانایی های خودت رو داری جامعه معمولا با تاکید بر مفاهیمی مثل آیکیو ما رو به داشتن یه ذهنیت ثابت تشویق میده. این طوریه که ما باور کردیم که با ذریب هوشی خاصی به دنیا اومدیم و سرنوشت ما اینه که این ضریب هوشی رو تا آخر عمر داشته باشیم در حالی که در واقع مطالعه و تمرین میتونه توی رشد توانایی های فکری ما و حتی عملکرد ما توی چنین تست هایی خیلی مؤثر باشه تو باید برای داشتن ذهنیت رشد تلاش کنی چون بهت امکان میده که تواناییهات رو توسعه و بهبود بدی برای اینکه خودت رو بهتر درک کنی شاید چند تا تست ارزیابی شخصیت به کار بیان البته این تست ها هیچ وقت نمیتونن به طور قطعی شخصیت تو رو توصیف کنن اما ممکنه ایده های جدیدی در اختیارت بذارن که بتونی ازشون برای تغییر جهت دادن به خودت و اهدافیت استفاده کنیم آزمون MBTI یکی از آزمون های رایجیه که مردم ازش برای شناخت تیپ شخصیتیشون استفاده میکنند. خبر خوب اینه که این آزمون رو میتونی به طور رایگان از طریق اینترنت به دست بیاری فصل پنجم چیزهایی رو که بهشون اشتیاق داری پیدا کن اونها کلید سلامت جسمی و روانی تو هستن داشتن اشتیاق جزء ضروری انسان بودنه هیچ آدمی رو روی این کره خاکی نمیتونی پیدا کنی که به چیز خاصی میل و اشتیاق نداشته باشه اگه احساس میکنی به چیزی اشتیاق نداری احتمالا به این دلیله که هنوز کشفش نکردی وقتی کاری رو انجام میدی که بهش شوق داری باید این رو به طور شهودی متوجه بشی چون به نوعی خودت رو توی اون کار گم میکنی به همین دلیل که مردم غالبا میگن وقتی مشغول انجام کاری هستند که بهش اشتیاق دارن درکشون از زمان تغییر میکنه مثلا موزیسین ها اغلب ساعت ها صرف تمرین یا نوشتن موسیقی میشن بدون اینکه متوجه گذر زمان باشن توی دوران مدرسه هم اکثر ما وقتی زنگ ورزش بود همین حس رو داشتیم و احساس میکردیم زمان نسبت به بقیه درس ها زودتر میگذره از خودت بپرس چی توی زندگیت این احساس رو بهت میده احساس مثبت ذهنی که موقع قوتور شدن توی کارهای مورد علاقت دریافت میکنی روی سلامت جسمت هم تاثیر میذاره یه تحقیق روی رشد بزرگسالان توی دانشگاه هاروارد به طور گسترده ارتباط بین احساسات مثبت و سلامت رو بررسی کرد. نتایج ثابت کرد که تجربه احساسات مثبت روی کاهش استرس کاهش درد مزمن اعتیاد بهبود خواب بهبود تمرکز تاثیر میذاره و البته مزایای دیگه ای هم در کنار این موارد داره اشتیاق بخش مهم و ذاتی هر فرده پس باید فرصت ایجاد کنی تا اشتیاق های خودت رو کشف کنی هرچی فرصت های بیشتری برای کشف علایق و اشتیاق هات به خودت بدی شادتر و سالمتر خواهی شد فضاهای فیزیکی و اجتماعی جدید رو پیدا کن توی زمینه های جدیدی که باهاشون آشنا نیستی اما دربارشون کنجکاوی تحقیق کن مثلا با شرکت توی کلاس های مختلف عضو گروه های کتاب خانی شدن یا پیدا کردن گروه های آنلاین مربوط به اون موضوع به فعالیت های بدنی جدید هم توجه کن مثلا ورزش کن یا مهارتی یاد بگیر که لازم باشه از دست هات استفاده کنی هرچی موقعیت های ناشناخته بیشتری رو کشف کنی فضای بیشتری برای کشف علائق و اشتیاق های ناشناخته داری فصل ششم پیشفرض های پذیرفته شده درباره شادی رو فراموش کن و ببین شادی برای تو چه معنایی داره اکثر مردم موافقن که خوشبختی یه تعریف شخصیه علا رغم این واقعیت به ظاهر بدیهی جامعه مدام به ما میگه که دو راه صحیح برای رسیدن به خوشبختی وجود داره ثروت لذت آنی این میتونه خیلی مذر باشه و اجازه نده که راه های معنادارتری برای شاد بودن پیدا کنیم اول اینکه مدام به ما گفته میشه که خوشبختی در گروه کسب درآمد بیشتره این کاملا اشتباهه نرخ افسردگی توی کشورهای ثروتمندتر خیلی بالاتره بله گاهی اوقات پول میتونه بهت کمک کنه که از پس یه موقعیت سخت بر بیای. اما اگه توی زندگی احساس ناکامی داشته باشی داشتن پول بیشتر لزوما کمکی نمیکنه. از طرفی اشکال نداره اگه نتونی علائق و استعدادهات رو به حرفت تبدیل کنی در عوض یاد بگیر که چطوری برنامه هات رو تنظیم کنی تا بتونی برای اونها هم وقت بذاری به عنوان مثال اگه مشتاق نقاشی با آبرنگ هستی لازم نیست همه مسیر شغلیت رو تغییر بدی و روی این موضوع متمرکز بشی فقط برنامه زندگیت رو طوری تنظیم کن که بهت اجازه نقاشی کردن بده حتی اگه فقط چند ساعت در هفته باشه این کار میتونه تفاوت زیادی توی رضایتت از زندگی ایجاد کنه. نکته دوم اینه که افراد برای شاد بودن دنبال لذت و رضایت کوتاه مدت هستند. خیلی ها توی یه چرخه معیوب گیر میکنند، اینطوری که توی محل کارشون احساس بدبختی دارن و فقط برای به دست آوردن پول کار میکنن تا چیزهایی رو بخرن که حواسشون رو از کارشون پرت میکنه. چیزهایی مثل یه شب بیرون رفتن یا تعطیلات. رضایت دراز مدت خیلی معنا دارتره سعی کن به جای رضایت آنی وقت خودت رو روی پروژه های بلند مدتی سرمایه گذاری کنی که ازشون لذت میبری مثل ایجاد یا ساختن چیزها برخلاف پاداش های زود گذر مثل یه شب بیرون رفتن خلق کردن چیزی چالش های جدید و موفقیت های کوچیکی به همراه داره که با ادامه روند خلق لذت بیشتری بهت میده برای خیلی از مردم بزرگترین خوشبختی از کمک به دیگران ناشی میشه اگه قبلا این کار رو نکردی بهش فکر کن داوطلب شدن یا درگیر شدن توی پروژه هایی که به جامعه یا افراد دیگه کمک میکنه فقط کمک به دیگران نیست احتمالا متوجه میشی که شادی عمیقتری هم برای خودت به ارمغان میاره فصل هفتم پیدا کردن جامعه ای از افرادی که علاقشون با تو مشترکه بهت کمک میکنه تا اهدافت رو تحقق ببخشی علائق تو متعلق به خودته اما اگه اونها رو همراه افراد دیگه دنبال کنی اغلب خیلی مفیده پیدا کردن افرادی که توی شوق و اشتیاقت باهات شریک هستن میتونه فرصتهای جدیدی برای تحقق اهدافت ایجاد کنه بیا فرض کنیم که اشتیاق زیادی به الکترونیک داری تو میتونی با به اشتراک گذاشتن ایده ها و همکاری با افرادی از حوزه های تخصصی مختلف تو این زمینه سود زیادی ببری جامعه میکر با مجله ها و کنفرانس هاش دقیقا برای همین هدف به وجود اومد از طریق این رسانه ها کسایی که به ایده خودکفایی علاقه دارن میتونن ایده ها و توصیه هایی رو توی این زمینه با بقیه به اشتراک بذارن وقتی توی جامعه از افراد هم فکر کار میکنی دیگرانی رو پیدا میکنی که میتونی از ایده های اونها یاد بگیری اونها میتونن مهارت های جدید مرتبط با اهدافت رو بهت یاد بدن و کمکت کنن تا ایده هات رو بهتر عملی کنی البته در ازاش تو هم میتونی دانشت رو به اشتراک بذاری و بهشون کمک کنی گاهی اوقات کار با دیگران نه تنها مفیده بلکه در واقع ضروریه بعضی از هدفها فقط توی گروه های بزرگ قابل دستیابی هستند. خودت رو تحت فشار قرار نده که به تنهایی به اهدافت برسی چون چنین تفکری معمولا واقع بینانه نیست یه مثال خوب از این موضوع جنبش آشپزیه که توی چند سال اخیر توی اروپا رایت شده این کار رو گروهی از سرآشپزها توی اسکاندیناوی شروع کردن که میخواستن غذای سنتی شمال اروپا رو تبلیغ کنند. غذایی که خیلی توی دنیا مورد توجه نبود اونها شبکه ای از رستوران های شرکت کننده رو سازماندهی کردند. سراشپز های علاقه مند رو به خدمت گرفتند و با موفقیت تونستن محبوبیت غذاهای شمال اروپا را توی کل اروپا افزایش بدن طبیعتا هیچ سراشپز یا رستوران نمیتونست به تنهایی این کار رو مدیریت کنه پیدا کردن گروهی از افرادی که توی شوق و اشتیاقت باهات شریک هستن میتونه هم برای تو و هم برای بقیه اعضای گروه خیلی مفید یا حتی ضروری باشه سخن پایانی فرصت دادن به خود برای کشف استعدادها، علائق و خلاقیتهای ذاتی کلید دستیابی به شادی و رضایت درونیه پس به خودت اجازه بده تا جایی که ممکنه این چیزها رو کشف کنی کتاب چند توصیه عملی هم برامون داره کتاب میگه وقتی داری سعی میکنی استعدادهای پنهانت رو کشف کنی برگرد عقب و به چیزهایی نگاه کن که معلمهات گفته بودن توی اونها خوب نیستی آموزش دولتی غالبا به دو تا دلیل مهم باعث شکست آدم ها میشه یکی اینکه مدارس فقط برای چند هوش انتخابی ارزش قائل هستند و دوم اینکه اونها فقط به چند نوع محدود از سبک های یادگیری توجه میکنند گوش انسان به طرز غیر قابل باوری گسترده است با این حال مدرسه ها انتظار دارند که همه دانش آموزها تحت این سیستم و ساختار عمل کرد مشابهی داشته باشند، با یه فرایند طولانی برچسب زدن به اشتباهات و ارائه اطلاعات با روش های خسته کننده که بارها و بارها تکرار میشن بچه ها نسبت به خلاقیت شرطی میشن از هر موضوعی که ممکنه باهاش به چالش بخورن فرار میکنن اگه توی مدرسه در درسی ضعیف عمل می کردی احتمالا به این دلیل بوده که مدرسه تو رو شکست داده نه اینکه خودت شکست خورده باشی برگرد و به گذشته نگاه کن به موضوعاتی که معلمات باعث شدن فکر کنی توی اونها بد هستی ممکنه از کشف استعدادهای نهفتت توی همون زمینه ها متعجب بشی از غیر قابل پیش بینی بودن چیزی نترس بلکه ازش به نفع خودت استفاده کن بیشتر مردم توی موقعیت هایی که نمیدونن قرار چه اتفاقی بیفته احساس ناراحتی میکنن اما هیچ کس هیچ تصوری نداره که اون موقعیت ممکنه چه ای به همراه داشته باشه ممکنه برای خودت برنامه‌ای داشته باشه اما نمیدونی دفعه بعد که پات رو از خونه بیرون بذاری واقعا چه اتفاقی میفته پس به جای اینکه ازش بترسی اون رو با آغوش باز بپذیر چون هر بخش ناشناخته ای از زندگیت به طور بالقوه میتونه به چیزی عالی منجر بشه خودت رو از منطقه امنت خارج کن و تا جایی که میتونی وارد موقعیت های ناشناخته بشو البته تا جایی که از نظر فیزیکی در امان باشی هر جایی ممکنه یه فرصت شگفتانگیز در کمین نشسته باشه امیدوارم که از شنیدن این خلاصه کتاب نهایت لذت رو برده باشین همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم با سپاس علی میر هستم از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ما جویا. کتاب های صوتی از کانال لیل ماجویا با خواندن و هدیه دادن کتاب آگاهی و دانش را گسترش دهیم